چطوری مچو؟ خیلی خوش اومدید به یه گیم پلی فوق‌العاده خفن دیگه از بازی شبیه‌ساز دلال ماشین. این بازی با بازی شبیه‌ساز نمایشگاه ماشین خیلی فرق میکنه و اینو همتون دیگه میدونید که هر جا اسم بازی شبیه‌ساز بیاد بردیو ال پی هم همونجاست. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره، بدون معطلی بریم سراغ بازی. خب دوباره طبق معمول اول بازی داره بهمون خوش آمد میگه و میگه که 250,000 تله بهت پول دادیم که کارتو شروع کنی. به احتمال خیلی زیاد این بازی هم یه بازی شبیه‌ساز ترکه. کلن ترکا مثل این که توی بازی شبیه‌ساز خیلی پیگیرن. توی این صفحه هم داره چیزای مهم رو بهمون میگه که چجوری باید کارو شروع کنیم و چه حرکتایی باید انجام بدیم، مثلا از کجا میتونیم ماشین بخریم، چجوری میتونیم ماشینو بفروشیم و اینکه برای خرید و فروش ماشین حتما باید پلاک به اونها اتچ کنیم. خب بریم یه نگاهی بندازیم ببینیم اینجا چه خبره. اینجا که 100% دفتریه که ما توش کار میکنیم، یه دونه سیستم داریم. من فعلا اینا رو خیلی ریز نمیشم توشون تا یه نگاه کلی به اینجا بندازیم. بجز اینکه کار خرید و فروش ماشین قراره انجام بدیم، یه سری امکانات دیگه هم اینجا داریم. یکی اون کارهایی که انجام میدیم تعمیرگاهه که خیلی شبیه همون بازی پامپینگ سیمولیتوریه که قبلا هم ازش ویدیو گذاشتیم. یه جای دیگه هست شبیه کارواش که شبیه نیست، فکر کنم 100% کارواشه دیگه، یا این یکی کارواشه فکر میکنم. اینجا قراره ماشینا رو بشوریم. حالا ما نمیدونم که چجوری میتونیم کارمون رو شروع کنیم. اینجا هم چیزای دیگه هست که شبیه کپی ماشینه. چیه اینو؟ پلاکه، فکر کنم پلاک ماشینه. بریم یه سر سراغ سیستم ببینیم چه خبره اینجا. اول از همه مغازمون که فعلا بسته است، الان اوپن شد میتونه مشتری بیاد، ولی ما ماشینی برای فروش نداریم، پس فعلا اینو میبندمش. یه چیزی هست به اسم کیمنایا که توش میتونیم دفترمون رو ارتقا بدیم یه ذره، یا اسکین توی دفتر تغییر میکنه، مثلا رنگ دیوارا و کفش و اینا، یا اینکه اتاق جدید برامون باز میکنه که فعلا خیلی زوده. یه قسمت دیگه هست که ازش متنفرم من به اسم بیلز که قبض برامون میاد و بعد قبضا رو پرداخت کنیم و ورک آپ. اینجا میتونیم کلا دفتر یا همون گاراژمون رو ارتقا بدیم و مدلش رو عوض کنیم، مثلا کارواشی که توشه رو ارتقا بدیم کارواش اتومات بشه. ولی 10 میلیون تله پول میخواد که ما فقط 250,000 تا داریم فعلا. پس با این قسمت هم فعلا کاری نداریم. میریم توی قسمت لاکی که متنفرم از این شرط بندی و از این بازی های مدلی و قسمت کارز. اینجا یه سری ماشین بهمون پیشنهاد شده که هم مدلشو نوشته، هم نوع موتورشو نوشته که مثلا دیزل، پترول یا هر چیز دیگه ای، سال تولیدشون رو نوشته، کیلومتری که کار کرده و قیمت در حال حاضرش. و این ماشینا رو بهشون زنگ میزنیم. کسی که ماشینو گوشته برای فروش میاره، ما ماشینو ببینیم، اگه خواستیم میخریم، نخواستیم میفرستیمش بره. فقط این همه مسیری که یارو مثلا از سیواش قراره بیاد برگرده رو نمیدونم دیگه هزینش با کیه. همشون هم ترکیه است، استانبول، سیواش، آنکاراست و هزار تا جای دیگه که با اینم فعلا ما کاری نداریم و دیلر نیم. این خیلی مهمه. اینجا دوباره من باید اسم دفتری که توش قراره کارمون رو انجام بدیم و انتخاب میکنم، یه اسم براش میذارم. شما هم حتما اگه نظری داشتید برای اسم اینجا، چون که این بازی هم به احتمال زیاد خیلی قراره طولانی بشه و یه واکتور کامل ازش بذاریم، نظرتون رو راجع به اسمش توی کامنت ها برام بنویسید. ما اسم رو انتخاب میکنیم الپی تیون، چون ممکنه که بتونیم بعدن یه حرکت هایی روی ماشین هایی که میخریم هم انجام بدیم. بریم ادامه داستان ببینیم چی جوری میشه. من دیگه اینجا رو باز میکنم، بریم یه سر بیرون تا بهتون بگم که چه حرکت های خفنی میشه زد. حالا الان درسته که ماشینی برای فروش نداریم، ولی گاراژ و کارواشمون رو میتونیم باز کنیم که مشتری بیاد. یه دونه ماشین هم این کنار هست که خیلی شبیه رنوه، یه مدل رنو یا یه مدل پرایده، ولی یه کارهای دیگه میشه باش کرد. روی این ماشینه که ایرو میزنی میتونی چند جای مختلف فاش بدی. اولیش گو یوزد کاره که میتونیم بریم توی گاراژی که بابا یه دقیقه وایس الان میام دیگه، یارو رفته تو کارواشه داره بوق میزنه. اولیش یه دونه گاراژی که توش ماشینای کار کرده رو ملت میارم میذارم برای فروش، میتونیم بریم از نزدیک ببینیم، انتخاب کنیم، بخریمشون. دومیش گو هومه که اینو بزنی برمیگردیم همینجا، اینجا هوممونه فکر کنم، یا یه خونه است که مثلا میتونیم بریم توش استراحت کنیم. و آخریش از همه مهمتر ماشینای لاکچری میشه خرید و فروشی. من فعلا از این میام بیرون برمیگردم همین جایی که الان هستیم ببینم این یارو چی میگه اینجا. یکی داشت هی بوغموغ میزد انگار. یه کاری باید انجام بدیم. کسی نیست که، اسکل کردم ما رو. آقا بریم تو اون گاراژه که بهتون گفتم ماشین کار کرده میارن، بهتون بگم که چه اتفاقایی قراره بیفته. اینجا هم دوباره آشغال پاشغال هم میندازن رو زمین و ما فعلا اینو ولش میکنیم. بریم تو گاراژ ماشینای کار کرده. خب خیلی خوش اومدید به این گاراژ. چه خبر اینجا؟
کلی آدم وایساده که اومدن همه ماشیناشونو بکنن تو باچه ما. کلی فروشنده هست ولی تنها مشتری فقط خود منم. از قیافه ماشینا میتونیم بفهمیم که من کدوم ماشینو میتونم با این پول بخرم. اینکه خود توسان جدید هستن، روخ ماشین خود توسانه، اینم بنز فکر میکنم، ولی آرم و برند ماشینا رو به خاطر کپی رایت استفاده نمیکنم. من ترجیح میدم فعلا تا بازی میاد کامل دستمون بیاد از یه ماشین سبکتر، مثلا همین این ماشینه بذاریم چنده 970,000 تله داداش بی خیال، اصلا اونو که ولش کن بحثی توش نیست. همین قرمزه رو چند میدی؟ 132,000 تا. این ماشین به نظر من اوکیه، یه دونه جای پارکینگ باید براش انتخاب کنیم و بخریمش. این الان رفت تو خونه، حالا باید برگردیم تو گاراژ خودمون و قیمت انتخاب کنیم و پلاکش رو بزنیم و هزار تا کار دیگه. چه ماشین باحالی این گوشه است، ببین این تیون شده قشنگا، خیلی شبیه ال90ه که تیونش کنی داداش. اینو کجا بردی تیون کردی؟ بیا با پشمام بازی کن. خب برگردیم تو گاراژ خودمون ببینم ماشینه رو میتونیم بکنیم تو پاچه یکی یا نه، یا میتونم یه ماشین دیگه هم بخرم. 117,000 تا هنوز پول دارم، این 154,000 تا است، نمیتونم بخرم. شاید این سبزرم بتونیم یه حرکتایی روش بزنیم. 82,000 تا، اینم میذاریمش تو پارکینگ شماره 2. و 34,000 تا موند که اونم دیگه باید هزینه کنیم برای کارو کاسبیمون و یه سری حرکت بزنیم. غذا میتونیم از اینجا بخریم، مثلا یه ذره گرسنگی و تشنگی مونم رفع کنیم. من یه دونه دروم میخرم، غذاهاشم غذا ترکیه قشنگ، 15 تله است. دونر رو ترجیح میدم 10 تله. خورد الان یا نه فقط خریدش بکنم. دو تا دونه آب معدنی هم میخرم و اونجا رو ترک میکنم دیگه. بریم سر کارمون. خب آقا هر دو تا ماشینی که خریدیم اینجا اومده، دو تا تسک روی ماشینو هست که هر دو تا رو باید انجام بدیم. اولیش پلاک ماشینه که از اینجا باید پلاکو برداریم. آها، اول یه دونه پلاکو میزنه، بعد با کیو پلاکو ور میداره. باید بیاریم اینجا بزنیم پشت ماشین. ال پی تی اون رو میبینید که اونجا ثبت شد. پلاک جلوش هم بزنیم و بریم سراغ ماشین بعدی. اون یکی هم این کارو براش انجام بدیم که بریم قیمتا رو تعیین کنیم و ببینیم مشتری میاد اصلا با این قیمتی که ما میذاریم میخرن یا قرار ماشینا باد کنه رو دستمون و زیر قیمت بدیم بره. خب این از پلاک ماشینا. حالا میایم سر قیمتش چونه میزنیم. قیمت اصلی ماشین 82,000 تله است. من میذارمش 150,000 تله ببینم اوکی میشه یا نه. میگه که خیلی بالا داری میذاری. اوکی میذاریم 100,000 تا دیگه. 100,000 تا رو بخر دیگه بابا، این همه هزینه رفت و اومد و این داستانا. 100,000 تا قبول شد. سپر جلوی ماشینم زخمیه، به خاطر همین گفتش که قیمتت بالاست. این ماشین اوکی شد. همونطوری که اینجا میبینید یه دونه برچسبم زدن و کل اطلاعات ماشین اونجا نوشته شده، مثلا مدل ماشین، کیلومتری که کار کرده، نوع موتورش و قیمتش، همه چی اونجا عین یه نمایشگاه ماشین واقعی ثبت شده. بریم سراغ ماشین بعدی. این 132,000 تله است. من میذارمش 160,000 تا ببینم اکسپت میشه یا نه. ایزی اکسپت شد. ماشین تمیزم هست. همونطوری که میبینید نقطه قرمزی که نشون میده کجای ماشین آسیب دیده اصلا نداره. آقا حله، اینم ردیف اونم که ماشین خودمونه. دیگه بریم مغازه رو باز کنیم که مشتری بیاد ببینه ببینیم میتونیم بهشون فرو کنیم یا نه. آقا مغازه رو باز کردیم، الان دیگه میتونی بلند شی. چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ بلند شو برو سر بیرون یه چرخ بزن ببینیم چه خبره. مثلا این کار باشه اصلا داستانش چیه؟ با چی ما میتونیم ماشین رو تمیز کنیم؟ یا اون آب و غذایی که من خریدم کو؟ اینونتوری مثلا که یارو نداره اصلا. جای دیگه ای هم که به هیچ عنوان نیست. یکی داره بوق میزنه اومده برای شست و شو. ما باید ماشین اینو تمیز کنیم. یه دونه سطل هست، یه دونه یه چیزی شبیه تمیز کننده ماشین، یه چیزای دیگه هم اینجا هست، ولی من هیچی ندارم که ماشینتو باهاش تمیز کنم. فکر کنم یه دکمه رو میزنی یارو میاره بیرون اون وسیله شست و شو ماشینشو، ولی هنوز من نفهمیدم که چه دکمه ای باید بزنی. هرچیو میزنم هیچی نمیاد بیرون. یه چک بکنم تو ستینگ بازی برگردم. آها عدد 1 که میزنی این یارو داستانه که باهاش ماشینو میشوری میاد. چقدم ماشین یارو کثیف و کثافت گرفته است. این به این راحتی ها تمیز نخواهد شد فکر میکنم. فعلا که هرچی دارم بهش آب میگیرم تمیز نمیشه. نمیدونم درست دارم کارو انجام میدم، مثلا همینو باید برمیداشتیم یا یه چیز دیگه رو میآوردم. آقا تمیز نشد؟ رفت. مشتری اومده بود برای یکم ماشینا، رفت یارو. بابا سر یه کارواش مزخرف ما آدمو از دست دادیم. آقا شستشو این ماشینو من 10 برابر با تو حساب میکنم. کجاشو باید آب بریزم این بی خیال چه بره؟ چرا تمیز نمیشه پس ماشینه؟ چیکار کردی؟ کجا رفتی با این ماشین داداش؟ چیه دیگه آخه؟ همین کارو باید میکردی دیگه. من هرچی میشورم ماشینه رو ولی تمیز نمیشه، نمیدونم چرا. حتی یه ذره از گلی که روی ماشینه هست کم نمیشه. نمیدونم حالا کل ماشینو
باید اینجوری بشوری یا اینکه اصلا من دارم اشتباه کارو انجام میدم. نمیشه بری آقا وقت ما رو نگیریم و زیاد علاقه به انجام کار کارواشی اینجا نداریم. کاش میتونستم کارواش اصلا تعطیل کنم. او یه مشتری دیگه اومده، فکر کنم با این باید میشستی. این چیه دیگه؟ اول باید کف بزنی. اوکی کامل همه جای ماشین رو کف میزنیم، همون روش فکر کنم البته کافی باشه، بقیه جاهاشو نمیخواد دیگه. بعد آب بگیری احتمالاً اینجوریه. آره دو تا مرحله داشت، من اینو نمیدونستم. 100 تله برای شستشوی ماشین به ما پول داد که به پول خودمون تقریبا میشه 1,200,000 تومان. یه دونه مشتری دیگه اومده، ایشون کار تعمیر لاستیک داره. اینجا هم میتونیم غذا برای خودمون درست کنیم. 1,000 تا کار میشه کرد تو این بازی. هم اول از همه باید لاستیکاشو در بیاریم که نمیدونم چی جوری میشه اصلا لاستیکا رو در آورد. فکر کنم اول باید بفرستیم ماشین رو بالا. دقیقاً همینطوره، لاستیکو در بیاریم. با چی ولی؟ این چیه دیگه؟ آه این تست رنگ و داستانای ماشینه، چقدر خفن. اینم که شستشوه. یه چیزی من باید بردارم که بتونم لاستیکا رو باهاش باز کنم ولی نمیدونم چی. یه غذا میزنی الان اینجوری غذا رو میتونی بخوری. اینجا چایی رو میذاره آماده بشه، اینم میذاریم توست بشه. گیر کرد اون لا قشنگ. این چرخش در نمیاد، من الان چیکار کنم؟ چه حرکتی باید بزنم؟ اینا چی هستن؟ کارو باید بکنم اینجا. چرا اون اصلیه اون ماشینو نمیاد کسی هم من بخره؟ او اینجا هم یکی دیگه اومده، مثلا اینکه میخواد رنگ ماشینشو عوض کنه فکر کنم، ولی من اول باید کارای اینو انجام بدم. نمیدونم چی جوری میشه لاستیکای ماشین رو باز کرد، هنوز نفهمیدم. یه ابزاری ما لازم داریم که اون ابزارو من هنوز نگرفتمش توی دستم. اینم که 100% نیست، فکر کنم این باشه. بله کاملا درست. با اون باید لاستیکو باز کنی یا نه؟ این چی هستن؟ این پیچای لاستیکو باز میکنه، کار میکنه؟ بذار بار امتحان میکنیم ببینیم در میاد الان چرخه. آها درست شد. با اون باید پیچای لاستیکو باز کنی، لاستیکو بذاری این تو، بزنی که جدا بشن از هم دیگه. بعد چیکار کنی؟ الان بهتون میگم. اینجا این تغییر کرد فکر کنم، درست شد. الان چی شد؟ آره دیگه اون کارش انجام شد. میریم سراغ بعدی، لاستیک نو میشه اصلا. یه دفعه همون تو همه چی انجام میشه خودش خود به خود. بریم بعدی هم بیاریمش. اون دو تای بعدی هم باز کنم. این با کدوم میومد بیرون؟ آقا این ابزار منو بدید. نمیشه لاستیک رو بشورمش بگم عوض کردم. اون لاستیکی که من دارم میبینم فقط رنگش عوض شده و حرکت خاصی روش اصلا انجام ندادید. اینم از این یکی لاستیک. این یکی چی؟ اینم در نمیاد. با همون ابزاره من باید بکشمش بیرون فکر میکنم، ولی دیگه نمیاد، نمیگیره دستش رو. جای اینایی داره عوض میشه، نمیفهمم چه اتفاقی داره میفته. اوکی شو، اینم باز میکنیم. این یکی هم دوباره بازش میکنیم. خیلی فست و سریع. آقا یه مشتری دیگر هم پروندم. ببین کارهای جانبی مغازه داره همین جوری به من ضرر میزنه. فقط این لاستیکرم ردیف کنیم، اون یکی هم بیارم همینجا بذارم که سریع بعد از این کارهای اینم انجام بدیم. جیم فوق العاده گیم خفنی و کلی کارهای مختلف توش میتونیم انجام بدیم. یعنی تازه اینایی که الان دارید میبینید یه بخشی از کار کلش نیست. این یکی لاستیکرم بذاریم سر جاش. الان فقط یه کار مونده که نکردیم. یه دونه این ماشین است که اون توه میخواد مثلا که رنگ ماشینشو یه حرکتی بزنه یا ماشینو پولیش کنه، یه همچین چیزایی فکر کنم. اینو من نزدم، زدم دیگه بار. چرا باز نمیشه پس؟ داداش این لاستیک ما رو میدی؟ آها الان درسته، درست شد. این یکی هم میذاریم سر جاشو، برمیگردیم این سمت، ماشینو میاریم پایین. فکر کنم خود یارو میره. 2200 تله، 2200 تله درآمد داشت واسم. خب میایم سراغ این ماشین. شما چیکار داری داداش الان؟ دقیقاً من باید چیکار کنم برات؟ اول میخوای شستشو بزنی؟ ببینیم اصلا ماشین در چه ساعتی. فوق العاده ماشین خفنی داری بابا، باری کلا. اینو میذاریم تو جیب، این یکی رو در میاریم. یه شستشوی فست وسط بزنم، چرا کفا پاک نمیشه رو ماشین فست؟ به به ببین چی شد، چقدر خفن شد. یه سری چیزام اینجا مثلا اینکه باید بذاریم، نمیدونم اینا چی ان. اصلا همچین ابزاری من دارم، اینا رو باید چیکار کنم الان؟ من خدا رو شکر هیچ آموزشی هم نداره، هیچ مدل آموزش نداریم. آها خودشه. فکر کنم با این باید یه کارایی بکنیم. تمام این نقطه هایی که نشون داده رو باید با این محالت پولیش بزنیم دیگه. خیلی کار طولانیه، من سنگین ازت پول میگیرم برای این کار. یعنی من 3 تا مشتری تا الان پروندم فقط به خاطر این کارهای جانبی کنار نمایشگاهم. همه چی اوکی شد دیگه. الان 2 تا تیکه فقط روی سقف مونده، مثلا اینکه این 2 تا رو هم بزنم یارو گم شده رفته بیرون اینجا. 3300 تلم این حرکت بهمون پول داد. بچه‌ها مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید، امیدوارم که از این گیم پلی هم خوشتون اومده باشه. اگه دوست داشتید که این بازی رو ادامه بدم و ویدیوهای بیشتری ازش واسهتون درست کنم، لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. چند تا کامنت انگلیسی هم لطفاً بذارید که ویو لایکتون نپره. خیلی مراقب خودتون باشید. خداحافظ.